أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تسعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصص في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. آیتی که تلاوت کردم از سوره مبارکه لقمان است و آغاز این صحبتم از این آیتهای مبارکه به آن سبب آغاز کردم که برادر به من مکتوب نویسانده است، داملای عزیز و گرامی، درود و رحمت خداوند با شما باد که بسیار از صحبت‌های شما اصلاح و درست شدیم، لکن سیوم بار شد که سوال من بی جواب میماند. آیا این شخصانی که تکبری میکنند، خواه از حساب پولداری یا وظیفه‌داری یا لباس زیبا یا ماشین زیبا و در دست‌ها چله و در گردن گردنبند، یا زنی که این عمل را کند چی می شود؟ بسیار لازم است جواب مکمل دهید ای فخر کلاب ما. این برادر سیوم جمعه شد، در اصل راست می گوید. ما با این جمعه جواب اینا گذاشته بودیم که درباره شخصانی که تکبر هستند صحبت داشته باشیم. این آیتی که الحال به شما تلاوت کردم، خداوند در این سوره که به نام لقمان است حکایت میکند. ولا تسعر خدك للناس، ای مردم، شما با کدام نفر نباشد وقتی که پیش شما به احتیاج میآید یا وقتی میخواهد که با شما صحبت کند، شما بر روی وی روی ترش نکنید. ولا تسعر خدك للناس، این مردمم در نزد خدا قدر دارد. اگرچه تو عالم باشی، اگرچه تو وظیفه داری، اگرچه تو مال داری، کس نمیداند، کس نمیداند در این بحر عمیق، کس نمیداند در این بحر عمیق سنگ ریزه قدر دارد یا عقیق، کسی نمیداند. از این خاطر مفسرای قرآن میگویند وقتی یک آدمی بیچاره احوال اگر پیش شما آمد و با شما میخواهد که صحبت کند، تا آخر صحبتی و یا گوش کن، گردن بلند نکن. نظر میکنی که یک حالش ناخوب است، با سخنش توجه نمیکنی، تو در غضب خداوند گرفتار میشوی. ولا تسعر خدك للناس ولا تمشی فی الارض مرحا، خداوند میگوید وقتی در زمین راه گشتی ای بنده ضعیف، شما خرامان خرامان راه نگردید. یعنی شما تکبرانه راه نگردید، مثل بنده راه بگردید. معنای این آیت اون نیست که شما با یک گردنهای شکسته و با یک حالت خیلی مردوار خودتان را نشان دهید، بلکه باید مسلمان با وقار باشد، مسلمان در راه گشتن قامت راست داشته باشد. چگونه که حضرت علی گفتند، میگد وقتی نگاه کرد یک آدم بسیار مردوار راه میگشت، بسیار امیدت خودش را با یک تواضع نشان میداد. حضرت گفتند لا تمیت علینا دیننا اما تکالله، ای مرد گفت تو این چنان راه نگرد، گفت این گردن خمی که تو علک گردن خم کردی، یا این حالت قدم های ناخوبه که تو میزنی،
این دین ما را بر ما نمیران، خدا تو را هلاک بگرداند. ارفع رأسک فإن الإسلام ليس بمريضين. حضرت عمر گفتند وقتی در راه رفتی گفت گردن تا بلند بکن، زیرا اینکه اسلام بیمار نیست. با وقار راه بگرد، لکن تکبر در وجودت راه نتی، کبر در وجودت راه نتی. نگو من عالم هستم، نگو من وظیفه دار هستم، نگو من منصب دار هستم. پیغمبر خدا میگوید لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. کسی که اگر در دلش، همه ما و شما در خطاب است، ما و شما امت پیغمبر هستیم، کسی در دلش ذره به منزله یک دانه ارزن اگر کبر داشته باشد، لا يدخل الجنة، گفتم پیغمبر وارد جنت نمی شود. فقال الرجل ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنه. پیغمبر خدا را یک شخص از بین خیست گفت پیغمبر خدا اگر مرد دوست دارد این که لباسی زیبا داشته باشد یا پایافزالی زیبا داشته باشد، پیغمبر خدا چی گفتند؟ ان الله جمیل يحب الجمال. خداوند خود زیبا هست، زیباها را دوست می‌دارد. لباس زیبا پوشیدن، کفش های زیبا پوشیدن، اینها معنای کبر ندارن، گفت پیغمبری خدا. الکبر بطر الحق و غمت الناس، گفتن رواه مسلم. کبر در برابر حق سرکشی کردن است و مردم را حقیر شماریدن است. این معنای کبر هست. از این حدیث ما می توانیم باز یک دلیل دیگر برای شما خبر دهیم که پوشیدن لباس زیبا، پوشیدن پایافزال های زیبا در اسلام هیچ معنی ندارد، بلکه جایز است و زیباست و خوب است. حتی رسول اکرم می گوید احسنوا لباسکم و اصلحوا رحالکم حتی تکونوا کانکم شامتا فی الناس. شما امت من وقتی پولدار باشید پولا را جاگا نکنید، گفتم پیغمبر ذخیرش نکنید، بلکه چکا کنید؟ احسنوا لباسکم، بهترین لباس را در بر کنید، بخرین لباس بهترین را بخرین. حضرت سعدی میگوید کسی جمع کرد و گوشه بینهاد. یک آدم بیچاره هم قبه خیلی هست که با همون لباس های چرکین دور میگردد لیکن پولها را جاگه بکند. حضرت سعدی چی میگوید؟ کسی جمع کرد و گوشه بینهاد، خودش مرد و زنش با دیگری داد. خودش مرد بیچاره. برای همین پیغمبر احسن و لباسکم، بهترین لباس را بپوش. و اصلح رحالکم ای بیوتکم، شما بهترین ماشینه ها در سوار شوین، خانه هاتون در بهترین صورت اندازین، زیرا که شما نشانه در بین مردم باشین. اگر شما این نکردین همچنان بشود که نعمت خدا را حقیر شماریدین، به قدر نعمت خدا نرسیدین. اصلت از قطرمنی. میگذاریم در همین موضوع کبر. این موضوع خیلی موضوع وسیع و کلانی هست. اصلت از قطرمنی، لایقی تو نیست منی. تو از یک قطرمنی شده ای، لایقی تو نیست منی. من منی کردن لایقی تو نیست، زیرا که تو پیدایی شد از یک آبی پلید است، از منی هست. اصلت از قطره منی، لایقی تو نیست منی. از راه بول شدی، کبر و منی ها چی کنی؟ تو از راه بول پیدا شدی. تو همان جیفه
شاعر میگوید نظر کن میگه تو همون جیفه گفته همون نجاست همون پلید همون منی هستی، تو همون جیفه ای، این حسن و جمالی تو از اوست، باش خاطیره او میل به بالا چی کنی. البته کیبر پیغمبر خدا میگوید که حدیث قدسی روایت میکند از نام خداوند که خداوند گفته بوده است العز و ازاری و الکبریا و ردائی، عزت از من است، خداوند میگوید کیبر از من است، فمن ینازعنی فی واحد منهما عذبته، اگر کسی در یکی از اینها چنگ میزند یعنی به مقصد عزت که تمام مردم را عزت کند یا کیبر میکند گردن بلندی میکند، خداوند گفته بود است عذبته و عذابت میکنم، تو لایقی تکبری نداری، تو یک بنده عاجز هستی. از این خاطر کیبر تمامی حسنات ما و شما را میخرد نابود میکند، از کیبر باید ما و شما دور باشیم، دائم انسانی پاکیزه وجدان باشیم، پاکیزه دل باشیم، غمخوار یک برادر باشیم. امروز سهولت دولت داریم میلش دستگیر، اگر همسایه را دستگیر شویم، اگر خیش قومیت دست شگیریم انشاءالله انا این چی هست برای ما، با این عمل نازیدن در کار با پول و با مال نازیدن لازم نیست. حتی حدیث پیغمبر است الا اخبرکم به اهل النار، آیا شما را خبر بدهم از اهل دوزخیان، کل عطول جواز مستکبر. پیغمبر گفتند آدم هایی که غلیظ، یعنی گبزنیشون بسیار غلیظ است، بسیار با مردم به پروایانه به اهمیتانه گب میزنند، عطول جواز متکبر، سرکش و متکبر ها گفت وارد دوزخ میشوند. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. پروردگارا ثواب و ثمره این موعظه های کرده شده را در نامه اعمال همه ما و شما خداوند کتابت بفرماید و خدای مهربان ما و شما را بنده اساسی بسازد و امت اساسی پیغمبر خدا بسازد. هر مراد و مطلوب و مقصودهای نیکی که در دل شماست خدای با فضل کرم خودش برآورده خیر بسازد.